رادیو ایران بفرمایید رو. بفرمایید سوال مخصوص اینه که میخواستم ببینم چطور میشه لایه بیرونی مغز روی همون عقل رو پرورشش داشت و مسیر تصمیم گیری رو به این قسمت بیشتر بستش کرد مثلا در مواردی که سالها شاید تا بچگی از این قسمت استفاده شده و میخوایم به قسمت بیرونی مغزی همون قسمتی که از عقلمون میخوایم استفاده کنیم اینا رو وصل بکنیم ببین البته مغز ما اون قسمت فرانتایل یا اون قسمت لایه های بالایی است که مرکز در حقیقت تفکر و تعقل و اندیشه و یا استدلال با واقعیت در ارتباط سیستم رو به گونه دیگه اداره میکنه چون همطور که میدونید و از فهوای صحبتتونم پیداست در حقیقت سه تا لایه یا قسمت رو برای مغز میشه قائل شد در یه تقسیم بندی یکی لایه فیزیکی مادی هست که در اونجا اعمال فیزیکی و مادی کاملا در اختیار اون قسمت زربان قلب تنفس گرمای بدن امور مربوط به جذب و دفع و ایناست و اینا تا یه میلیون ها سال به مرحله تکاملیافته یافته خودش رسیده که من شما داریم و در این قسمت انسان مثل پدیدهای مادی است و میدونیم تا خزندگان هم اون رو فقط دارن یعنی تقریبا خزندگان با همین سیستم پایین دارن زندگی میکنند و به همین جهت است که یه خزنده وقتی گرسنه شد بچهش رو وقتی هم که خواست حرکت بکنه از روی بچهش رد میشه اونو له میکنه و میره علت چم است که هیچ چیزی غیر از اون جنبه فیزیکی و مکانیکی نداره و همین مرحله دومی که به نظر میسه ده میلیون سال طول کشیده تا کاملا جا افتاده اون مرحله مغز میانه یا لیمبیک سیستم سیستم احساسی عاطفیه که در اینجا خاطرات و تجربیات میمونن یه حالاتی رو موجب میشن و در نتیجه من وقتی که شما رو میبینم به خاطر سابقه دوستی و آشنایی احساس خوشحالی و شادی میکنم و از گفتگوی با شما احساس لذت نتیجتا خاطرات گذشته اتفاقات گذشته در اونجا جا میفته و با خودش جنبه های خوب و بد مثبت و منفی رو داره و بنابراین من شما از دیدار همدیگه خوشحال میشیم در حالی که من ممکنه کسی دیگر رو ببینم که خوشم نیاد احساس بدی بکنم حرفی رو بشنوم دوست نداشته باشم احساس بدی بکنم پس این قسمت لیمبیکه جالب اینه که امروز میدونیم برخی از حیوانات این قسمت رو دارن بنابراین در سگ و گربه شاید بیش از بقیه دیده میشه به همجاز که وقتی سگ و گربه شما دور میشید غمگین میشن وقتی که شما نزدیک میشید خوشحال میشن وقتی شما رو بعد از مدتی میبینن از شدت هیجان نمیدونن چی کار باید بکنن علتش هم این هست که هم حافظه رو دارن همون احساسات رو و به همین دلیل وقتی صحبت درباره حالات مختلف این موجودات که مخصوصا قسمت لیمبیک سیستمشون بزرگه در مقام مقایسه با حیوانات دیگه که خیلی کوچیک و کم اهمیته یا موقتی است مثلا فرض کنید حیواناتی هستن که این قسمت فعال میشه یا قسمت های خاصی از بدنشون رو فعال میکنه برای مثلا دو هفته یا دو ماه از بچهشون مراقبت میکنن ولی بعد دیگه نمیکنن چون تیکه دیگه نیست یا اون خاطر و سابقه بچه رو ندارن یا بعد از مثلا اینکه دوران رشد بچه تموم میشه کاملا با او به عنوان یه رقیب سر قضا می جنگن یا حتی ممکنه بچهشون رو بکشن در حالی که قبلا از بچهشون تا پای جانشون هم دفاع می کردن یعنی اون تغییرات رو بود همانطور که اشاره کردید به نظر می رسه تایی 300 400 500 هزار سال قبل یک قسمت سومی به این سیستم اضافه شده و این قسمت سوم که در حقیقت اون لایه های بالا و برتر هست در حالی که اطلاعات رو میگیره در حالی که موضوعا رو به نوعی طبقه بندی میکنه زمین های احساسی و عاطفی رو به یک اعتبار به اون پایین میفرسته خودش اونو خالص نگه میداره حالا به عنوان فکت به عنوان واقعیت با موضوع برخورد میکنه یعنی میتونه به نوعی وقتی که بچهش کار بدی میکنه مسئله کار بد بچهش رو در چارچوب ارزیابی و قضاوت از اینکه بچهش جدا کنه در حالی که شما میبینید در گروه هایی که فقط با اون لیمبیک سیستمشون کار میکنن همیشه از بچهشون دفاع میکنن همیشه از دخترشون دفاع میکنن جنگای خانوادگی از همینجا شروع میشه دیگه ما قرار از خواهرمون از دخترمون دفاع کنیم حالا هر کار کرده بدترین کارا رو اون کرده اشتباه اون کرده ما باید به شوهرش و به خانواده شوهرش حمله کنیم مهم نه واقعیت نه حقیقت نه اخلاق نه شرافت نه انسانیت هیچ مهم اینه که ما این دختر ماست این پسر ماست و وظیفه ما دفاع از ماست این شما تو رو خطهای رادیو تلویزیون هم این ببینید یعنی پدر و مادرای میان که نگاهی که به ماجرا میکنن از اون منطقه لیمبیک سیستم یعنی در اونجا من قرار نیست پسرم رو جلو شما تحقیر کنم من قرار نیست بر علیه پسرم با شما حرفی بزنم این همون چیزی است که شما میگید سخت بر زن و شوهرم عصبانی میشن که تو چرا راجع به این موضوع به بقیه گفتی انتظارش این است که ما در اون زمینه احساسی هستیم البته حرف که درست باشه ولی انتظار این نبود قسمتی که شما میگید یه قسمتی است که مبتنی بر واقعیت مبتنی است بر جنبه های به مقدار دقیق کمی که با حتی فرمولای ریاضی میشه نوشته و میشه بهش برخورد کرد این همون کاری است که من ممکنه با دل درد بچم یه جوری برخورد بکنم یا شما ولی دکتر یا جرا اینجوری برخورد نمیکنه او خودش رو از قسمت لیمبیک ارتباط با فرزند من شما به مقدار زیادی خالی میکنه اصلا برای این کار آموزش دیده بعدم چون هدف مهمتری داره میتونه اون رو پس بزنه کنار بزنه بنابراین میتونه کاردو چاقو رو برداره رو شکم پسر من یا دختر من شما بره با اونو پاره کنه برای که میخواد کاری بکنه ولی من شما که جورت این کار نداریم من شما حتی اگر جراح هم باشیم ممکنه وقتی به اون بگن شکم مادرت رو یا پسرت رو حالا که احتیاج به چنین کاری داره تو پاره کن و جراحی کن بعضی از ما نتونیم علتش هم که ما از قسمت اون مغز میانه آزاد بشیم و آسوده بشیم در حالی که یه جراح غریبه میتونه این کار رو بکنه این قسمت آخر خب معلومه به درد یه سری کارهای دیگه میخوره ایناست که تکلیف من شما رو با طبیعت روشن میکنه ایناست که به من و شما میگه ارتباط ما درستش چیه و در نتیجه مفهوم دیگری رو به وجود بیاره که چون مخصوصا به نظر من اخلاق از این زایده میشه برای اینکه دیگه اون زمینه احساسی عاطفی رو نداره من شما رو آزاد میکنه که منصف باشیم مهربون باشیم آزاد و آزاده باشیم و در نتیجه از اون حد و مرز بگذریم و اون زمین های احساسی عاطفیمون رو وارد صحنه نکنیم مثلا اونجایی که نباید بکنیم به همین که به عنوان مثلا یه روان درمانگر یا یه تراپیست شما تمام هنرتون در اینه که بتونید همه ارتباطتون رو با اون آدم برقرار کنید غیر از اون قسمت احساسی عاطفی برای که اگر اینجوری شد بعد با مریضتون که شکایت میکنه از همسرش باید راه بیفتید برید خونش بزنید تو سر همسر دیگه برای که شما شدید مثل اون دیگه همونطوری که او زده و او اومده یا میخواد بزنه در حالی که اگر شما خودتون رو جدا بکنید توان این رو پیدا میکنید که حالا بتونید با موضوع واقع بینانه عمل کنید به یکی از چیزهایی که در دنیای علم هست میگیرن از من و شما اون زمینه احساسی رو فرض بفرمایید من فرزندم به خاطر مثلا وبا مرده باشه خب اگر به من بگن یه کتابی درباره وبا به نیست من به همیشه به وبا و بیماری وبا و نمیدونم میکروبش و ویروسش اینا فوش میدم دیگه ولی شما کتاب پزشکی رو اینجوری نمیبینید درباره بیماری اگر صحبت میکنه فارغ از زمینهای احساسی و عاطفی چون وقت این بیماری خاک تو سر کسافت بدبخت لجنه بی شرم چیکار کتاب پزشکی درباره بیماری می بدون اینکه حالات احساسی عاطفی یا حتی برچسب های اخلاقی روش بزنه به همین از که مغز من و شما یه توانی رو داره و مهم اینه که یه انسان سالم میدونه وقتی به قضاش میرسه به خوابش میرسه به مقدار زیادی باید اون قواعد ساقه و پایه مغز رو رایت کنه برای که اونه که تا یه ها سال حتی میلیاردها سال گفته درست و غلط تو چیه وقتی به زمین های احساسی و عاطفی میرسه باید با یه قواعدی موازه به اونا باشه که اونا به درستی عمل کنن و خودش رو گرفتار مسائل و مشکلاتی نکنه ولی به هر حال زمینه احساسی و عاطفی داره وقتی به این قسمت لایه بالاتر میرسه باید با واقعیت ها برخورد بکنه و کوشش کنه این واقعیت ها رو به نوعی دخالت بده در اون مغز میانه یا لیمبیک که اونا هم بتونن موضوع رو به درستی ارزیابی کنن روزی که من کوچولو بودم سه چهار سالم بود پدر و مادرم میگفتن برادر تو از تو باهوشتره از تو بهتره و من خشمین میشدم ناراحت میشدم حتی فکر کشتن و مردن برادرمو میکردم حالا که به این سن و سال رسیدم وقتی به من برگردم میگن برادر تو مهربون خوبه و باهوشه اصلا سبب افتخار منه ولی من در کودکی که با اون مغز میانه کار میکردم و معتقد بودم هر وقت از برادرم تعریف کردن یعنی تو بدی هر وقت که گفتن اون خوبه ای بسا من از خونه بیرون بندازن یا کتکم بزنن یا اذیتم بکنن و مسئله من یه حسادت و رقابت کودکانه در سن مثلا سه سالگی یا هفت سالگی یا شش سالگی بود و منو اذیت میکرد من حالا قراره با سن بزرگسالی با اون موضوع برخورد کنم و حتی اون رو از تون قسمت لیمبی که وجودم به یه نوعی محدود کنم ببندم زهر و سمش رو بگیرم انرژیش رو بگیرم یا سن خارجش کنم با یه جراحی بیرونش بیارم حالا وقتی یه جای میشنوم که برادر من باهوش و مهربون و خوبه تازه احساس افتخار میکنم و دلم میخواد این حرف دیگران بزنن و خودم بشنوم در حالی که در کودکی من تا پای مرگ او رفته بودم با آرزوی مردنش میکردم این اون تفاوتی است که این مغزهای مختلف کار میکنند و عمل میکنند و به همین که مهم اینه که بدونیم چی کار داریم میکنیم و از جزقات مثلا بحثی که الان با شنونده عزیز قبلی یا قبل از اون داشتم مهم این است که شما وقتی راجع به واقعیت صحبت میکنید که دیگه نمیتونید برید سراغ زمینه های و عاطفیتون شما اونجا کار خراب میکنید به همین بودی وقتی به شنونده عزیز قبلی خدمتتون است که وقتی خونه خونم آتیش زدن مقصود شما اینه که اومدن بنزین زدن خونتون آتیش زدن یا مقصودتون است که مشکلاتی برای شما فراهم کرد که زندگی شما از هم پاشیده اون یه تعبیر دیگر است. این یه واقعیت دیگریست شما اگر الان به پلیس تلفن کنید خونه من آتیش گرفته آتش نشان میفرستن برای شما که روانشناس نمیفرستن به همین جهت است که این جنبه های مختلف رو باید تفکیک کرد و تشخیص داد و متاسفانه بسیاری از ما اولین اشکال که این لایه بالا رو نداریم دومی که اگر این لایه بالا رو داشته باشیم باید به کارش بگیریم چون همیشه لایه اول و دوم کار به دست میگیرن اول چون با سرعت پیام رو میگیرن و با سرعت هم میتونن جواب بدن لایه سوم به آهستگی پیام رو میگیره مدتی هم طول میکشه تا جواب رو بده بنابراین اونا پیش دستی میکنه مطلب دیگه اینه که همیشه انفجارات اون لیمبیک سیستم یا مغز میانه میتونه بزنه بالا و مانع از این میشه که این بالا کارشو بکنه یعنی میتونه اوزار درست جلو پنجره شما رو محالود کنه شما دیگه جلوتون رو نبینید در نتیجه شما که پشت فرمون واقعیت بودید حالا به در دیوار میزنید و این انفجارات متأسفانه برای کسانی که آسیب دیدن فراونه به همین که کار روان درمانی که اون انفجارات رو کم کنن اون سیستم رو کنترل کنن قسمت بالا رو هم به یه جوری جدا و مجزا بکنن یعنی از آدمها بخوان وقتی میخواید بحث واقعیت بکنید یه بحثه وقتی احساسات و عواطف ه بحث دیگه است البته اینا با هم مرتبطند حتی به نظر من این قسمت بالا که اصلا قرار اون احساسات و عواطف بعدی ما رو حالا نه کودکی ما رو بسازه و قسمت کودکی ما رو تصحیح کنه اینجاست که اصلا مسئله شناخت درمانی یا کاگنتیو تراپی مسئله اصلی و اساسی است و چون این قسمت بالا توان اداره و کنترل قسمت دو اول و دوم رو داره و به راحتی میتونه اگر بخواد رو اونا نفوذ داشته باشه یا اونا رو به نوعی رفتار وادار کنه من شما باید اون رو تقویت کنیم تقویت چمین این است که رشد عقلی خودمون رو موجب بشیم عقل رو به کار بگیریم و در تفکیک موضوع و مسائل مواظب باشیم که اشتباه نکنیم و الا وقتی اینا مخلوط شدن گرفتار خواهیم شد یعنی همون کاری میشه که من شما باید بریم جراحی رو مادر یا پسر یا دختر رو بکنیم که گرفتار کنند من میذارم شما پرسشتون به یه صورت دیگه ای احتمالاً بود و مطمئن هستم که می‌خواستید بحث دیگه ای داشته باشید ولی من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم اگر دلتون خواست یه وقتی دیگه تشویق با هم گفتگو رو ادامه بدیم و الا من متوجهم به هر حال سپاسگزارم از محبت لطف کردید تمنا